زیر آفتاب سوزان تابستان، تصویری از گرما، خشکی و تشنگی. برای هر موجود زنده‌ای در این منطقه، نشانه‌ها خبر از آینده‌ای نچندان دور و ناخوشایند می‌دهند. خطری که در چند سال گذشته تقریباً تبدیل به واقعیت شده و حالا حلش سخت و نتیجه‌اش شاید نزاعی طولانی شود. اینجا نزدیکترین نقطه مرزی اقلیم کردستان با ایران است. بیشتر رودخانه های این منطقه از ایران سرچشمه گرفته و در امتداد خاک اقلیم به شهرهای دیگر عراق میرسند. رودخانه هایی که دیگر نه مثل سابق بلکه تقریبا نصف جان و روبه مرگ هستند. این آب زاب کوچک از منطقه سردشت در کردستان ایران سرچشمه میگیره، وارد این منطقه یعنی پژدر در اقلیم کردستان عراق میشه. تا قبل از شروع پروژه های سدسازی جمهوری اسلامی ایران در سال 2007 سطح این آب هم بیشتر بود هم عمیق‌تر. چیزی که حالا میبینیم اینه که سطح آب به قدری پایین اومده، هم آسیب جدی به اهالی این منطقه وارد کرده و هم به محیط زیست اینجا. شروع پروژه های سدسازی جمهوری اسلامی ایران در سال 2007 و در مسیر آب رودخانه هایی که سهم عراق نیز می باشد، خسارات جبران ناپذیری به این منطقه وارد کرده. مقامات مرتبط در اقلیم کردستان بارها از خطر اقدامات جمهوری اسلامی ایران به بغداد اطلاع دادند. در حال حاضر منطقه پژدر در اقلیم بیشترین آسیب را دیده. آب شرب 90 هزار نفر از اهالی شهر مرزی قلادزه، بیابان شدن بیشتر زمین‌های کشاورزی منطقه و کاهش شدید سفره آب زیرزمینی از آشکارترین این خسارات است. به باور مدیر منابع آبی این شهر، تأثیر این خسارات در آینده منطقه را به سوی بیابان شدن خواهد برد. خسارت زیادی به وجود اومده. صدها حوض پرورش ماهی از بین رفتن. زمین‌های کشاورزی که چاه آب‌هاشون خشک شده. سفره زیرزمینی آب پشدر و بیتون کاهش پیدا کرده. حالا این سبب ایجاد مشکل برای محیط زیست و منبع آب این منطقه شده. اگر این آب به طور کامل قطع بشه، تمامی مردم اقلیم کردستان ضرر می‌کنن. سد دوکان دیگه توان ذخیره آب نخواهد داشت، چون بعد از این سد چندین پروژه دیگه وجود داره که مردم دارن ازش استفاده میکنن، مثل پروژه آب شرب سلیمانیه، پروژه آب دوکان کویه، پروژه آب کرکوک. جدا از اینها بخشی از برق اقلیم کردستان هم از سد دوکان تامین میشه. اختلافات آبی ایران و عراق تاریخی طولانی دارد. هر دو دولت در طی سال 1975 قرارداد الجزایر را مبنای تعیین مرز آبی میان دو کشور قرار دادند. از تقسیم مساوی بهای رودخانه ها گرفته تا حل اختلافات تاریخی اروند رود. اما در سالهای گذشته تأثیر مخرب سدسازی ها و کم کردن رهاسازی آب رودخانه های مشترک خصوصا در مرز ایران با اقلیم کردستان باعث شده که دولت عراق تهدید به شکایت از ایران از محافل بین المللی بکند. 70% این آبان منبعش از منطقه کردستان ایرانه. دولت ایران با ساخت سد کلوسه در سردشت بزرگترین مشکل رو برای ما ایجاد کرد. سطح آب اینقدر پایین اومده که حالا خطر بزرگی صنعت کشاورزی این منطقه و درآمد ماهی و محیط زیست رو تهدید میکنه. حتی دامداری در این منطقه آسیب دیده. تغییرات آب و هوایی هم وضعیت رو سخت‌تر کرده و سفره آب منطقه کاهش پیدا کرده. ما فعالان به همه هشدار دادیم فاجعه بزرگی در راه اگه این مشکل حل نشه. همه مردم این فاجعه رو خواهند دید. جولای گذشته مهدی الحمدانی وزیر منابع آبی عراق تأکید کرد که حل مشکل کمبود در ارسال سهم‌آب عراق از آب‌های مشترک با ایران مشروط به پذیرش رسمی قرارداد الجزایر در 1975 و قبول پروتکل آن از سوی دو دولت است. به گفته وی تغییرات آب و هوایی موجب افزایش دما و تغییر مسیر رودخانه هاست که به اکوسیستم منطقه و وضعیت کشاورزی دو کشور آسیب جدی زده است. گرچه دولت عراق گفتگوهای ناتمامش با ایران بر سر مسئله حل اختلافات آبی را به زمان شروع به کار کابینه جدید ایران موکول کرده بود، اما مشخص نیست تا حل زمانبر این مشکل جانی در جریان این رودخانه ها باقی خواهد ماند یا نه. چوسک صادقی، سلیمانیه.